برید پا منبر معصوم بشینید، همونطور که مردم در زمان امیرالمومنین راحت میشستن پا منبر امیرالمومنین، منتها نمیفهمیدن چه کسی داره براشون سخنرانی میکنه. این که حضرت بیاد حکومت تشکیل بده، تربیت نسلی را بندازه، یه نسل تربیت بشن. ننه باباها که خوب تربیت شدن، همین ننه باباها بچه‌هاشون رو بهتر تربیت میکنن، اون بچه نوه رو باز خیلی بهتر تربیت میکنه، آرام آرام میفته توی دوری. همین اتفاقی که الان برای من شما افتاده، فکر همینجوری ساده معارف شیعه به ما رسید. این غنی‌سازی داره، هر نسل غنی‌تر میشه مفاهیم و مبانی توشون. بارها اینو من عرض کردم، فهمی که بعضا همین شماها، من و شما از معصوم داریم، بعضی از یاران نزدیک برخی از اهل بیت نداشتن. سوال، همون زمان فردی بوده در یمن بوده، اصلا رسول الله ندید مثل اویس قرنی. اون چی؟ اصلا بعدش امیرالمومنین 25 سال خونه نشینه، امامه اما خونه نشینه، از اطرته اما خونه نشینه، اصلا بیان احکام نداره، یعنی تو همون مدینه هم کسی سراغش نمیره. امام حسن برای اینکه بر مردم حرف بزنه بعد مجبور سفره بندازه، مردم بیان دارن سفره غذا میخورن، حضرت صحبت کنه چهار تا کلمه بشنون. امام حسین میخواد برای این مردم حرف بزنه، اینا دست تو گوشاشون میکنن نشنون. امام حسن عسکری و امام هادی تو زندان خانه های سازمانی هن، تو پادگان نگهشون میدارن. اصلا عملا امام حسن عسکری علیه السلام میگه ما رو تو خیابون دیدید سلام بهم نکنید، میفهمن منو میشناسی میکشنتون. بعدش هم که غیبت حضرت میرسه، که دیگه از زمان غیبت کبرا که دیگه اصلا ما دسترسی همون یواشکی اونجوری هم دیگه نداریم. پس حق داریم کافر شیم. پس ما باید بپذیریم این فرستاده خدا کارایی هایی به غیر از همون فیزیکی که آنجا نشسته است دارد، کار دیگر هم ازش برمی آید، خارج از این دایره نشستن و دیدش و شنیدن صدایش. اصلا اگه این اتفاق نیفته حجت تمام نشده. آیه قرآن، رسولا مبشرین و منذرین لئن لا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول فکان الله عزیزا حکیما، رسولانی را فرستاد که نیکان را بشارت دهد و بدان را بترساند تا آن که پس از فرستادن رسولان مردم را بر خدا حجتی نباشد. مگر ما نمیدونستیم؟ نکته دیگه که خیلی مهمه، میفرماد بابا مردم باید رجوع کنن تا او آیه های قرآن را تلاوت کنه براشون. این نکته اولم. نکته دومم، یه فرق اساسی ما بین امام و پیغمبر داریم. اینکه پیامبر وظیفش ابلاغه، بیاد بگرده شماها رو پیدا کنه بگه آقای خبر بدرسید یا نه، اما امام اینطور نیست. از حضرت زهرا نقل از پیامبر نقل میکنن، ایشون مثل الامام مثل الکعبه اذ یؤتی ولا یأتی، مثل امام مانند کعبه است، تو باید سمتش بری. خونه خدا دوره نمیافته به تو شهر را بگی که من اومدم دورتون به چرخم. تازه میخوام بگیم یه فرقی بین پیامبر و امام هست، یک در دسترس نیست ظاهرا، دو تازه ما هم باید بریم دنبالش. اصلا راز پایان غیبت چه بسا همینه که ما باید بریم دنبالش. اول یه چیزایی باید تو این درون جا بیفته، یه ارتباطاتی برقرار بشه، یه چیزایی بفهمیم که ما بریم دنبالشون. اصلا راز پایان غیبت چه بسا همینه که ما باید بریم دنبالش.